سرخط خبرها. توییت های پی در پی ترامپ در واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا، از ادعای پیروزی بایدن در تقلب تا تکذیب اذعان به برد او و تاکید بر اینکه خودش برنده خواهد شد. ادامه درخواست‌ها برای تعطیلی تهران در بحبوحه رکوردزنی آمار ابتلا به کرونا. منتقدان می‌گویند برای اعمال محدودیت‌های جدید 6 روز دیگر هم دیر است. تولد بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان در منطقه آسیا. چین می‌گوید یک پیروزی برای چند جانبه‌گرایی است. و اثر شیوع کرونا بر آینده دانش آموزان در سایه فقر و نبود اینترنت در روستاها. دختر سی سلام به شما، عصرتون بخیر. پریزاد نوبخت هستم و همراه شما در این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در نیم ساعت اخیر پیام‌های توییتری به ظاهر متضادی منتشر کرده، در حالی که به نظر می‌رسید او برای اولین بار تلویحاً به پیروزی رقیب دموکراتش جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده، ولی در توییت‌های بعدی گفت که هنوز عقب نمی‌نشیند و منتظر نتیجه شکایت‌هایش می‌ماند. همزمان در واشنگتن گروهی از هواداران آقای ترامپ که دیروز در حمایت از او در پایتخت آمریکا تجمع کرده بودند، با گروه‌های چپگرای افراطی زد و خورد کردند. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، اول یکم بیشتر درباره توییت‌های تازه آقای ترامپ برامون بگو. آقای ترامپ امروز صبح خیلی فعال بوده در توییتر و یک توییتی که حدوداً یک ساعت پیش منتشر کرد یک مقدار سوال برانگیز بود برای بسیاری از شبکه‌های خبری و ناظران، اینجا که آقای ترامپ در توییتش نوشته بود که او برنده شد، که این نخستین بار هست که چنین حرفی رو می‌زنه در مورد آقای بایدن، ولی توییتش به طور کامل این هست که او برنده شد چون در انتخابات تقلب شد، هیچ ناظری را راه ندادند و آرا به وسیله یک شرکت خصوصی که در اختیار چپگرایان افراطی است به نام دومینیون گردآوری شد، شرکتی که بدسابقه است و تجهیزات بیکیفیتی دارد که برای استفاده در تگزاس مجوز نگرفت و برای همین هم در این ایالت با اختلاف زیاد من پیروز شدم. این سوال برانگیز بود که منظور آقای ترامپ چیست؟ آیا داره به طور غیر مستقیم کم کم پذیرش شکست رو قبول میکنه؟ که همین 10 دقیقه پیش آقای ترامپ پاسخ سوالها رو داد و این توییت رو منتشر کرد که او فقط، منظورش آقای بایدن هست، او فقط در نظر شبکه‌های خبری دروغگو پیروز شد. من چیزی را واگذار نکردم. راهی طولانی پیش رو داریم. در این انتخابات تقلب شده. بنابراین به نظر میرسه که آقای ترامپ کماکان بر گفته‌های خودش در موردی که انتخابات مشکل دار بوده و در رأی‌گیری و فرایند شمارش آرا تقلب شده اصرار داره. البته توییتر هم بلافاصله بعد از هر کدام از این توییت ها اونها رو نشانه گذاری میکنه و زیرش مینویسه که این سخنان مناقشه برانگیز است. آقای ترامپ توییت های دیگری هم امروز کرده یا در حقیقت توییت های دیگران رو بازنشر کرده در مورد همین صحبت ها و همینطور در مورد راهپیمایی دیروز هوادارانش در شهر واشنگتن و حتی یک ویدیو رو منتشر کرده که در اون آقای ترامپ میگه که این فرد از حامیان او بوده که مورد حمله چپگرایان افراطی قرار گرفته و در واشنگتن کتک خورده. خشایار، اشاره کردیم این که یه نفر کتک خورده، اما دیشب برخوردهایی هم بوده بین طرفداران آقای ترامپ و مخالفان، زد و خوردهای دیگه هم بوده. وضع توی واشنگتن پایتخت چطور بوده؟ تو خودت اونجایی؟ دیروز گرده همایی بسیار عظیمی بود از هواداران آقای ترامپ از جاهای مختلف آمریکا به واشنگتن اومده بودن در حمایت از او و در حمایت از گفته‌های او درباره تقلب در انتخابات. همکاران من هم گزارش کردند این راهپیمایی تا 4 بعد از ظهر مجوز داشت و تا اون زمان هم به رغم اینکه بعضی از گروه‌های چپگرا و مخالفان آقای ترامپ هم در خیابان‌ها حضور داشتن، راهپیمایی به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد. اما رفته رفته سمت شب که پیش رفت، با این حضور اعضای دو طرف در خیابان‌ها یک مقدار با تشنج و تنش همراه بود. چندین مورد زد و خورد در خیابان‌های اطراف کاخ سپید و مرکز واشنگتن بین هواداران دو طرف مخابره شد، گزارش شده. از جمله یکی از موارد که اداره آتش‌نشانی و امدادهای اولیه واشنگتن
صحبت از این کرده که یک فردی در واشنگتن در این درگیری ها چاقو خورده و حالش بسیار بد بوده، به بیمارستان منتقل شده. البته مشخص نکردن چه کسی چاقو زده و اینکه فردی که مصدوم هست طرفدار کدام گروه بوده. اما همین الان بعضی از خیابان های اطراف کاخ سفید و مرکز شهر واشنگتن به روی عبور و مرور بسته هستن، به خاطر که از دیروز بسته بودن در حقیقت به خاطر تظاهرات و راهپیمایی ها، و پلیس هم در خیابان ها حضور داره. ممنونم از توضیحاتت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن با ما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان درباره نامزدی زنان برای ریاست جمهوری گفته در قانون اساسی تصریح شده که نامزد باید از رجال باشد. خبرگزاری ایرنا به نقل از این چهره محافظه‌کار گزارش کرده که مفهوم رجال روشن است. هر بار با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران موضوع نامزدی زنان هم مطرح می شود. منتقدان من نامزدی زنان می گویند که واژه عربی رجال صرفاً به مردان اشاره ندارد. حساب توییتری کلمه نزدیک به اصلاح طلبان ایران از ابتلای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به کرونا خبر داده، ولی گفته که حال عمومی آنها خوب است. آقای موسوی و خانم رهنورد حدود 10 سال است که در اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر میبرند. نخست وزیر پیشین ایران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود و حکومت را به تقلب در شمارش آرا متهم کرد. رسانه‌های ایران از اعتصاب قضای یکی از نمایندگان مجلس خبر دادند. مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی نماینده شهر بابک گفته که در حمایت از محتاجین به نان شب و گرفتاران دست به اعتصاب قضا زده. او عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. آقای حسینی قطب‌آبادی در صحن علنی مجلس همینطور گفته که بی صداقتی بعضی از مسئولان یکی از دلایل اعتصاب قضای او در طبقه ششم ساختمان مجلس است. در ایران، مخصوصاً تهران، طرح ویژه مقابله با کرونا قرار است از اول هفته آینده آغاز شود. بسیاری از مردم و مسئولان با انتقاد از این تأخیر می‌پرسند چرا انقدر دیر؟ شیوع کرونا در ایران مدتی است که دوباره اوج گرفته. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته، دست کم 459 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جانشان را از دست دادند و بیش از 12500 نفر هم مبتلای جدید شناسایی شده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. چرا تهران تعطیل نمی شود؟ این سوالی است که این روزها نه تنها مردم می پرسند، بلکه سوال بعضی از مقام ها هم هست. یکی از آنها محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران. او گفته روش های نیمبند ایجاد محدودیت برعکس جواب داده و کاهش ساعات فعالیت اصناف و سیستم حمل و نقل عمومی باعث ازدحام بیشتر شده. آقای هاشمی از موافقان تعطیلی دو هفته تهران است. این هم واکنش حجت نظری، رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران. نمایندگان شورای شهر با تعطیلی تهران موافقند. استاندار تهران هم در مصاحبه‌ای گفته با این تعطیلی موافق است. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم گفته آقای روحانی موافق این تعطیلی است. این سوال پیش می‌آید که پس واقعاً ناراضی کیست و چرا شهر تهران تعطیل نمی‌شود؟ چه تعداد از شهروندان تهرانی باید هر روز جلوی چشم ما پرپر شوند تا به این نتیجه برسید که باید شهر تعطیل شود؟ این هم پاسخ سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره اجرا نشدن تعطیلی دو هفته ای تهران. واقعا بعضی موقع تعطیل کردن یک جا، یه جایی بخواد اعلام بکنید تعطیله، به یه مغازه‌دار نمیشه بگید فردا تعطیل کن. حتما قبلش نیاز یه سری هشدارا داد، یه سری بعضی موقع موادی هست فاسد شدنی، اینا باید بردارن. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 459 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 12500 مورد جدید ابتلا هم شناسایی شده که بی سابقه است. البته خیلی از مقام های مسئول هم آمار رسمی را بسیار کمتر از آمار واقعی می دانند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته 27 استان کشور در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و 4 استان باقی مانده هم نارنجی و زرد هستند. در این میان وضعیت بیمارستان ها هر روز بدتر می شود. اینجا بیمارستان امیرالمومنین اهواز است. بیمارستانی که این روزها بسیار شلوغ است.
بیشتر بخش‌های آی‌سی‌یو بیمارستان‌ها تخت خالی ندارند. اگر هم داشته باشند، هزینه‌های درمان نجومی است. همین عوامل باعث شده علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از آمادگی وزارت بهداشت برای اجاره هتل‌های درجه 1، 2 و 3 به عنوان نقاهتگاه بیماران مبتلا به کرونا خبر دهد. روزنامه همشهری در گزارشی به هزینه سرسام‌آور درمان کرونا در بیمارستان‌های خصوصی پرداخته. خیلی از بیماران به دلیل پیدا نشدن تخت خالی در بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند. هر آزمایش کرونا هم در آزمایشگاه‌های خصوصی از 500 هزار تومان شروع می‌شود و به 800 هزار تومان هم می‌رسد. در یک کلام، کرونا هم حالا به یکی از عوامل فقیرتر شدن جامعه تبدیل شده. این فیلمی بود که همین جمعه منتشر شد. از تجمع زیادی در یکی از پاساژهای شهرک غرب تهران برای خرید از مغازه‌ای که کفشایش را حراج کرد و آنها را 39 هزار تومان می‌فروخت. حالا اداره اماکن پلیسی مغازه را پلم و مغازه‌دار را 680 هزار تومان جریمه کرده. پلیس هم از احضار این مغازه‌دار به دادسرا خبر داده. دولت می‌گوید توانایی مالی مواجهه با عوارض ناشی از تعطیلی مشاغل را ندارد. در سوی دیگر هم مردمی هستند که کسب و کارشان کساد شده و جانشان در خطر است. ما ترجیح میدیم با این کرونا باز بیایم، شاید یه رحمتی در رحمت یه لباسی چیزی خرید، وگرنه دیگه به ضرر ماه، به ضرر شغل آزاده است دیگه. چه اونایی که کرایه بیشتر میدن، بنده خدا 8 میلیون 7 میلیون اجاره میدن ضرر کردن، چه ماها که ماهی 500 600 یه تومن کرایه میدیم، به کل بازمون کرایه کم و در جیب خودمون بدیم و من باید درآمدی ندارم. مثلا خود من این مدتی که کرونا تعطیل، به قول من کرونا بود، جنسام همه موندن، با فشار پول جنسامو دادم، وام گرفتم، قسط وامو الان میدم. بکنیم بچه ها من گرسنگی بمیرن. در حالی که کرونا همچنان قربانی میگیرد، وزیر بهداشت میگوید اجرای محدودیت‌های جدید از اول آذر اگرچه دیر اما مغتنم است. با این حال به نظر می رسد که برای مقابله با کرونا باید اقدام های موثرتری هم انجام داد. فرین عاصمی، بی بی سی. مؤسسه شرکت آلمانی بایونتک به عنوان یکی از شرکت‌های همکار در تولید یک واکسن کرونا که گفته شده در مرحله آزمایش تا 90% موفق بوده، گفته که مطمئن است تا تابستان سال آینده شرایط به زندگی عادی برمی‌گردد. اوگور شاهین به بی بی سی گفته تولید حدود 300 میلیون دوز واکسن کرونا تا 6 ماه آینده در نظر گرفته شده. زمستانی سخت پیش روست. در این زمستان تأثیر قابل توجهی به واسطه تولید واکسن بر شمار مبتلایان نخواهیم داشت. ایمنسازی و واکسیناسیون باید پیش از فرارسیدن فصل پاییز آتی به پایان برسد و من اطمینان دارم که این اتفاق خواهد افتاد، چرا که شمار شرکت هایی که میخواهند واکسن تولید کنند افزایش یافته. بنابراین میتوانیم زمستانی عادی را سال آینده پشت سر بگذاریم. وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرده که محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع کرونا در این کشور 4 تا 5 ماه دیگر باقی می‌ماند. پیتر آلتمایر همینطور گفته که با وجود تمام تلاش‌ها، پیشرفتی در کنترل شیوع این ویروس به دست نیامده. به گفته او، بعضی از کشورهای همسایه آلمان با حذف زودهنگام محدودیت‌ها بهای سنگینی پرداختند. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، با ماست. آقای حسینی فرد، این بالاخره مسئله‌ایه که همه کشورها باش درگیرن. الان مسئله که در ایران اینه که آیا کشور تعطیل بشه تعطیل نشه. اول برامون بگین که آلمان چطور میخواد از این شیوع همه‌گیری جلوگیری بکنه. موج اول مثلا این شیوع کرونا رو تقریبا خوب گذروندن، اونم به این اعتبار که در قیاس با سایر کشورهای اروپایی خیلی سریع وارد عمل شدن، تست رو راه انداختن. امکانات پزشکی آلمان هم اصولا خیلی فراتر و بهتر از فرض کنید سیستم های فرانسه، اسپانیا و ایتالیا است. یعنی در موج خصوصی سازی های دو دهه گذشته کمتر این خصوصی سازی های بیمهابا را انجام دادن در مورد امکانات بهداشتی پزشکیشون. و خب یه مقدار رابطه جامعه و دولت هم تا حدودی رابطه قوی تری، به علاوه خب اقتصاد آلمان هم اصولا اقتصاد قوی تری بوده که اگر بخشی از اقتصاد تونست تعطیل بکنه، در این حال جبران خسارت هم کرده. الان با همه این تفاصیل، این موج دوم به نظر میاد که خیلی سریع اومد سراغشون. آلمانی‌ها 3-4 تا به اصطلاح معیار و مبنا رو گرفتن. یکی اینه که اصولا در روز چند نفر مبتلا بشن، الان چیزی در حدود 20 هزار نفر داره میچرخه، در قیاس با ایران که 11 هزار نفره. به نظر میاد خب آمارای ایران که روزی 400 نفر
یا بیشتر کشته میشن و اینجا روزی در حدود 170 تا 200 نفره، آمار ایران خب اصلا قابل اعتماد نیست، در حالی که اینجا آمارا خب آمارای دقیقی میگیرن، در همین رابطه هم خوب میتونن عمل بکنن. و یک معیار دیگه ای هم که اینجا به کار میگیرن اینه که اصولا در 100 هزار نفر در یک بازدهی یک هفته‌ای چند نفر که آلوده بشن برای ما قابل تحمل و اپتیمال، اونم 50 نفر گذاشتن. الان از هر دوی این معیارها آلمان فراتر رفته و دارن میرن که کنترلش بکنن، هم اینکه اقتصاد رو یه مقدار دوباره تعطیل کردن، نه البته مثل فرانسه که فرض کنید انسان‌ها یا شهروندان باید با اجازه از خونه خارج بشن با توجیه و دلیل داشته باشن، بلکه اومدن مثلا مناسبت‌ها و امکانات فرهنگی و مثلا اماکن فرهنگی رو تعطیل کردن، رستوران‌ها رو بستن، سینماها رو بستن. منتها برخلاف ایران اینجا اینه که فرض کنید رستوران داره آلمانی موقعی میبنده تا 80% درآمدش رو مطابق با اون چیزی که در نوامبر سال گذشته یعنی قبل از شیوع کرونا مثلا دشته میاد از دولت میگیره، بهش بلاعوض این پولو میدن، هرچند که این هم نمیتونه به در دراز مدت ادامه پیدا بکنه، ولی به هر صورت آلمانی ها این چیزو گذاشتن که اول شیوع کرونا رو تا اونجایی که ممکنه مثلا آهسته بکنن، هم به لحاظ اینکه لازم نباشه همه بخش اقتصاد تعطیل بکنن، هم به لحاظ اینی که سیستم درمانی و نظام درمانی کشور زیر فشار مضاعف قرار نگیره و نتونه از پس این مسائل بر بیاد، و هم اینکه اونقدر این ادامه پیدا کنه این تعویق که به نوعی اون زمانی که واقعا واکسن میاد دیگه بتونن با واکسن مهارش بکنن. با یک همچین استراتژی هایی دارن عمل میکنن. همونطور که گفته شد در قیاس با ایران هم آمارها دقیق‌تره، هم وضع اقتصادی بهتره برای جبران خسارات، و همین که تست بسیار گسترده ای انجام میشه. فرض کنید ایران اگر آمار رو ما واقعی بگیریم چیز در حدود 25 تا 30 هزار نفر بیشتر در روز تست میشن. اینجا در آلمان با 137 امکانی که در کل کشور هست روزی 160 تا 170 هزار نفر تست میشن و میتونن زنجیره ابتلا رو خیلی زود کنترل بکنن. متشکرم از توضیحات شما حبیب حسینی فر، روزنامه‌نگار از آلمان. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دونالد ترامپ در پیام‌های توییتری به ظاهر متضادی برای اولین بار تلویحی به پیروزی رقیب دموکراتش جو بایدن در انتخابات اشاره کرد، ولی در توییت‌های بعدی گفت هنوز عقب نشینی نمی‌کند و منتظر نتایج شکایتش می‌ماند. با گسترش شیوع کرونا در ایران، درخواست‌ها برای تعطیلی تهران ادامه دارد و معتقدان می‌گویند برای اعمال محدودیت‌های جدید 6 روز دیگر هم دیر است. در ادامه برنامه داستان دختر 13 ساله هندی که معلم شد. بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان امروز در یک نشست از راه دور به میزبانی ویتنام امضا شد. این توافق بین چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند و 10 کشور جنوب شرق آسیا است و امضا کنندگان روی هم 30% اقتصاد جهان را در دست دارند. این پیمان که همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای یا RCEP نام گرفته، بیشتر عوارض گمرکی صادرات و واردات کالاهای بین این کشورها را حذف می‌کند. چین گفته این پیمان یک پیروزی مهم برای چند جانبه گرایی است. این کشور، این 15 کشوری که این توافقنامه را امضا کردند، یک سوم جمعیت دنیا و تقریبا یک سوم اقتصاد دنیا را تشکیل میدن. اینها کشورهایی هستن که کم و بیش میتونیم بهشون بگیم کارخونه دنیا. بیشتر خیلی از کالاها و محصولات مصرفی دنیا تو این کشورها تولید میشه، از پوشاک گرفته تا محصولات الکترونیکی و غیره. تا یک سال پیش هند هم حتی قرار بود جزو این پیمان باشه، اما یک سال پیش در واقع کنارگیری کرد به خاطر اینکه احساس میکرد اگر وارد این پیمان بشه اتفاقی که میفته اینه که کسری تجاریش با چین بیشتر میشه، به معنی اینکه چین در غیاب عوارض و تعرفه‌های گمرکی میتونه کالاهای ارزون قیمت بیشتری رو وارد اقتصاد هند بکنه. ولی به هر حال امکان این هست که هند هم در آینده به این کشورها بپیونده. مسئله اینه که این پیمان شاید جامع ترین پیمان تجارت آزاد دنیا نباشه. مثلا شما میبینید که بحث محصولات کشاورزی و دامی این وسط نیست. خیلی از تعرفه ها صفر، تعرفه های صادرات و واردات گمرکی صفر نمیشه، ولی با وجود این به نظر میاد که تلاشیه برای
به نوعی تشویق شرکت‌ها و تولید کنندگان کشورهای این منطقه که برای قطعات و مواد اولیه و مسائل دیگه‌ای که نیاز دارن برای تولید بیان از در واقع از کشورهای دیگه همین منطقه استفاده کنن به جای جاهای دیگه. فکر می‌کنه آمریکا چه واکنشی نشون بده به این توافق؟ ببین خیلی‌ها دارن صحبت از این می‌کنن که به نوعی این توافق جواب چینه به پیمانی به اسم ترانس پاسیفیک پارتنرشیپ، یه پیمانی که سال 2015 بین آمریکا، کانادا، مکزیک، پرو، شیلی و 5 کشور این طرف اقیانوس آرام شامل استرالیا و کره جنوبی و الی آخر بین اینا امضا شد. اما سال 2000 وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد از اون پیمان بیرون اومد. اون پیمان چین توش نبود، این پیمان چین توش هست و به نظر میاد به نوعی ممکنه باعث بشه که نفوذ چین در زمینه قوانین تجاری تو این منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه بیشتر بشه و این خب برای آمریکا که خودش رو رقیب استراتژیک چین میبینه خطرناک میتونه باشه. ما میدونیم که دونالد ترامپ علاقه به این پیمانهای چند جانبه نداره برخلاف چین، ولی باید ببینیم که حالا رئیس جمهور بعدی چه تصمیمی میگیره. همکارم بهرنگ تاجدین از اهمیت این پیمان تجارت جهانی برامو توضیح میداد. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از اقصا نقاط جهان. بر اساس توافقنامه صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان، امروز کنترل بخش‌های بیشتری از منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار می‌شود. این توافقنامه اخیراً با میانجیگری روسیه و برای پایان دادن به جنگ بر سر کنترل قره‌باغ امضا شد. در این درگیری که 6 هفته طول کشید، صدها نفر کشته و هزاران نفر بی خانمان شدند. امارات متحده عربی شرایط دریافت روادید اقامت 10 ساله را با هدف جذب نیروی متخصص تغییر داده. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و نایب رئیس امارات، اعلام کرده که پزشکان و فارغ التحصیلان بعضی از رشته‌های مهندسی می توانند برای دریافت این روادید بلند مدت اقدام کنند. کشور امارات از پارسال اعطای ویزای قابل تمدید 5 و 10 ساله را به سرمایه گذاران خارجی، دانشمندان و دانشجویان برجسته آغاز کرد. نتیجه یک تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر به دلیل افزایش قیمت‌ها مصرف گوشت در خانواده‌های ایرانی تا حدود 30% کاهش داشته. بعضی از گزارش‌ها هم حاکی است که الگوی خرید مردم تغییر کرده و فقط در 10 روز اول ماه برای خرید مواد پروتئینی در فروشگاه‌ها دیده می‌شوند. تجربه و مشاهده بعضی از شما بینندگان بی بی سی رو در این باره بشنوید. پرسیده شده که آیا در سفره ما تغییری ایجاد شده؟ میخوام بگم بله، بیش از 50%. من الان شاید ماهی 1 کیلو گوشتم نتونم بخرم و همیشه در استرس هزینه هام هستم، به خاطر اینکه با همون پولی که 2-3 سال پیش راحت زندگی میکردم الان 50% هزینه هام هم نمیتونم پوشش بدم. بله، ما خیلی چیزا رو حذف کردیم، گوشت نمیخوریم، موز نمیخوریم، گردو نمیخوریم، پسته و آجیل نمیخوریم و خیلی چیزای دیگه. به خاطر اینکه دچار کمبود ویتامین نشیم، به خاطر حذف میوه، از مواد غذایی، از مولتی ویتامین ها استفاده میکنیم به صورت قرص یا آمپول که از داروخونه تهیه میکنیم، ولی خب درستش اینه که از طریق مواد غذایی ویتامین های بدن رو تامین میکنیم. یک فردی که تحت پوشش بهسیستی است و معلولیت داره ماهی 120 تومن از بهسیستی مستمری میگیره و یک یارانه 45 تومنی و یک یارانه معیشتی که جمع اینا میشه 220 تومن. آیا با 220 تومن تو این اوضاع گرونی که دولت همه چی قیمت همه چیز رو بالا برده، آیا میشه با اینا لوازم مایحتاج ضروری خرید یا نه؟ عمده چیزی که مواد مصرفی که کم شده خوراکی لبنیاته از سر سفره مردم و گوشت و الان هم که دیگه مرغ. مقدار لبنیات شیری که مردم میخوردن، خود من در هفته شاید مثلا 4 بار شیر میخریدم ولی الان هفته 1 بار شاید بخرم. من خودم یه خیر هستم،
که حدود 250 مددجو زیر پوشش دارم. اگر من گوشت به اینها دادم در ماه دادم، وگرنه خودشون اصلا نمیتونن گوشت بخرن. مرغ نمیتونن الان مرغ گرون شده بخرن. روغن همینطور، لوبیا کیلو 23,000 تومان، همینطور برنج کیلو 21,000 تومان، خارجیش همینطور، تخم مرغ همینطور. از لحاظ خانواده شیر ماست، خب این خانواده ها باید چیکار بکنن؟ چیزی را حذف کرده ایم. بله خیلی چیزا را حذف کرده ایم. خدا رحمت کنه بانوهای دران. سال سال، این چند سال، امسال، پارسال، پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پارسال. صدای بعضی از شما مخاطبانمون رو شنیدیم درباره گرانی در ایران. اما بریم در هند. آنامیکا دختر 13 ساله هندی است که بعد از تعطیلی مدرسه های این کشور به خاطر کرونا خودش دست به کار شده و کلاس درس راه انداخته. یک سوم دانش آموزان در جهان در قرنطینه به آموزش از راه دور دسترسی ندارند و در نقاط روستایی هند فقط 4% خانوارها به اینترنت دسترسی دارند. برآورد شده که در جهان 24 میلیون دانش آموز امسال ترک تحصیل کنند. آنامیکا امیدواره که با این ابتکارش تحصیل دانش آموزان محلش ادامه پیدا بکنه. اسم من آنامیکاست. 13 سال دارم ولی اینجا معلمم. من در خانه تلفن یا تلویزیون برای آموزش آنلاین ندارم. بچه های محله ما هم ندارند. برای همین این کلاس رو به راه انداختم. 13 نفر اینجا درس میخونن به زبان تامیل. وقتی میخوان به تحصیل در رده های بالاتر ادامه بدن، زبان نباید مانعی براشون باشه. من به عنوان زبان اضافه آلمانی خونده بودم. برای همین آلمانی درس میدم، به اضافه مالایالام، انگلیسی، هندی و ریاضی. من اینجا ریاضی، کار دستی و نقاشی یاد میگیرم. این کلاس به من کمک میکنه از مدرسه عقب نیفتم. دستخط من حالا بهتر شده. اون حتی به ما یه جدول زمانی برای دنبال کردن درس‌های مختلف داد. خیلی خوشحالم که میتونم در این کلاس شرکت کنم. سوپر آرکا. بعضی روستاها کتابخانه و مرکز فرهنگی دارند. انتظار دارم با کمک مردم محلی دولت به آموزش بچه‌ها اولویت بده. این قدم ها باعث میشه در آموزش به دلیل ویروس وقفه نیفته. با این گزارش به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید.